اکنون رسالت. با سپاس از شما دوستداران عزیز برنامه رسالت که تا این دم به برنامه اختان برنامه رسالت هستین، امیدوار هستم که طاعت و عباداتتان در این روز خجسته مورد قبول درگاه پروردگار جهانیان واقع شود. جناب دکتر صاحب انورالحق جبارخیل صاحب در برنامه با ما هستند، ارتباط به اهمیت غرسن حال توصیه هایی دارند. دکتر صاحب، قسمی که من خودم شخصا شما را در صفحه اجتماعی فیسبوک تعقیب میکنم، ماشاءالله شما کارکردهای خیلی زیادی داشتین، نه تنها در عرصه غرس نهال، حتی در عرصه ای که من حیث یک سنت، من حیث یک فرهنگ در بین جوامع رایچه ها و استفاده کنم مردم از مسواک، در قسمت کار کردین، در قسمت آموزش کار کردین. نه تنها شما که خوشبختانه همسر شما هم در کنار شما است و در رای ترویج دین خداوند شما دوش به دوش هم دیگه کار میکنین، خداوند به شما اجر پاداش بزرگی بده. استقبال مردم از شما چگونه بود جناب دکتر صاحب؟ فرض مثال شما به لغمان یافتین یا ولایت دیگر سیاحت داشتین، سفر داشتین، مردم چگونه زمانی که یک کسی که هیچ وقت نشنیده بود که باید از مسواک استفاده کنه، یا هیچ وقت نشنیده بود که غرس نهال کدام فواید داره، وقتی که شما رفتین در مساجد ابلاغ کردین، استقبال مردم از شما چگونه بود؟ بسیار تشکر. اول خو واقعا جای خوشبختی است که خداوند علم لدنی مرا داده و علم قرآنی رو داده که ما توانستیم قرآن تفسیر بکنم بسیار ساده و بسیار روان. من یک مثال برتان میتم. من در هرات رفتم یک کورس دایر کردم، تقریبا برای 7 روز بود و این تقریبا اضافه از 200 اشتراک کنند داشت و کلشان محصلین برحال یا فارغین بودن و در حدود 200 نفرش طبقه اوناس بود. وقتی که این 10 روز من اینا را یا 7 روز درس دادم، یک ارزیابی کورس کردم. ما گفتم که کسایی که 16 سال درس خواندن از فاکولته فارغ شدن، شریعت خواندن یا اقتصاد خواندن یا هر چیز، طبابت خواندن، هر چیزی خواندن، امی درسایی که من در 7 روز دادم آیا کمتر از 16 سال بود که اینا یاد گرفتن و یا زیادتر بود یا مساوی بود؟ شما باور نخواهد کردین و شاید در تاریخ امی جهان فعلی وجود نداشته باشه که حتی کس باور بکنه، 7 نفر گفتن ما از 16 سالی که ما درس خوانیم ای 7 روز یاد گرفتیم ولی کمتر بود از 16 سال. 7 نفر. 3 نفر گفت ما مساوی یاد گرفتیم و 200 نفر اضافه تر گفت که 7 روزی که ما تدریس شده ایم و مسائل جدیدی که ما از قرآن آموختیم، از سنت آموختیم، علم آموختیم، ای اضافه تر از 16 سالی که ما درس خوانده. اینا لذی شما تصور بکنین که آیا ای به شکل بیخی یک کار خارق‌العاده نیست که من میتونم در 7 روز تدریس بکنم، اونم نیم روز، کل روز هم نیست، و ما اضافه تر از 16 سالی که در 12 سال و از فاکولته که از درس میخوانه اضافه تر علم برش بتم و اونا اضافه تر یاد بگیرن. پس شما ازی میتونین که استقبال ای بسیار نایاب است. هر موضوعی که ما میگیم حتی قابل باور نیست، هر آن چیزی که ما میگیم قابل باور نیست. مثلا ما برای کل عالم اسلام اعلان کردم که شما باید نماز قیام لیل بکنین، من ریسرچ کردم، باور کنین که 90% هم قیام لیل نمازش اصلا نمیشناسه که قیام لیل چی، و اقتداد ملا صاحبا یا کسایی که عالم ها هستن اینا میگن قیام لیل یعنی تهجد. پس شما تصور بکنین که از قرآن ما عالم اسلام بهره بسیار کم داریم و تا نداریم. مثلا مسئله مسواک است، شما هیچ وقت مرا نخواهدین که بدون مسواک ما باشون. از برای خدا شما تصور بکنین، یعنی دین ما انقدر یک دین پاک و صفاست ولی ایره به ما کسی تشریح نکرد. وقتی که ما مسواک میزنیم 24 ساعت دهن ما پاک است. خداوند در قرآن میگه والذین هم لفروجهم حافظون، میگه مؤمنین کسایی هستند که تمام سوراخ‌های بدن خود همیشه پاک نگاه میکنن. این تنها مسئله زنا نیست، یعنی همیشه دهن، بینی، گوش، مقعد و تمام سوراخ‌هایی که در چیز است، در جلد انسان است، این همیشه پاک میکنید. سعی کنید، بسیار ساده است، بدون اینکه پولت مصرف شود. 24 ساعت من همیشه برای شاگردای خود و برای مسلمان ها میگیم که هیچ مسلمان باید بدون وضو در 24 ساعت نباشه. وقتی که تشناب رفتی با تمام استنجا وضو برای، تو چرا بی وضو میباشی؟
پس وقتی که تو تمام روز با در روز 3 دفعه 4 دفعه وضو بکنی و پاک باشی و تمام روز دهنت پاک باشه، هیچ قسمت وجودت کالایت پاک باشه، ناخونایت پاک باشه، این میکروب از کدام را داخل وجودت میشه؟ و دو چیز خداوند میگه یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ای انسان ها میگه در دنیا چیزی را بخورین که پاک حلال است و چیزی که پاک است، یعنی هر چیزی که برای صحتت فایده میکنه، کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، ها بنوشین و بخورین اسراف نکنین. پس بدون اینکه تو مصارف بکنی، خداوند به بسیار سادگی تو را پاک ساخته، خدا پاکی را دوست داره. سعی کنین و غرس نهال پاکی را به وجود میاره، هوا را تازه میکنه، تنفس تازه میشه، هوای تازه میشه، دماغ تازه میشه. پس پاکترین، خوبترین، باصحتمندترین، بدون ترس خوف یگانه کسی زندگی میکنه که مؤمن است. ولی بیاین که حقایق بپذیریم. عالم اسلام امروز بسیار مشکل علم داره، یعنی علم قرآنی در عالم اسلام اصلا ما نمیبینم. خداوند در قرآن میگه و من الناس ما یجادل فی الله بغیر علم و یتبو کل شیطان مرید، میگه هر کسی که درای خدا بدون علم مجادله میکنه او از شیطان پیروی میکنه. حال ما ریسرچ کردیم، 0.5% هم علم قرآنی ندارم، 0.5%. نماز 1% با معنا و مفهومیات نداره، حلال و حرام ما نمیشناسیم، اکثریت رشوت خور و حرام خور است، سیگریتی و نسوار پک است. ایچی رقم ما از کدام دین صحبت میکنیم؟ دوم بیتفاقی در بین به گروپ ها تقسیم شدن، یکی شیعه است، یکی سنی است، یکی وهابی است، یکی بریلی است. ای چیزایی است که این مسلمان ها را ذلیل ساخته. ایناله شما راجع به فعالیت های ما گفتین، ما چلنج میتم در 24 ساعت ما اگر 5 دقام کس مرا پیدا کرد که یا درس نتم، یا نوشته نکنم، یا تفسیر نکنم، و یا در فامیلم صحبت های بحث علمی نداشته باشیم، در 24 ساعت اگر 5 نقره مرا کس پیدا کرد، ما برای جایزه میتم. پس یعنی وقتی که انسان از مسلمان و مؤمن صحبت میکنه، او به انتها فعال میباشه، به انتها تغییر مثبت در زندگی خود، در زندگی امسایه خود، در زندگی مردم به وجود میاره. و انشاءالله فلسفه صحت اسلام ای یک چیزی است که یک انقلاب علمی است و خصوصا جوانان بسیار علاقمند هستند، واقعا حق پذیر میشن و یک تعداد علمایی که واقعا حق پذیر هستند من از اونها تشکری میکنم و حق میپذیرن، ولی یک تعداد باید مخالفت بکنن که اونا به اساس علم قرآنی راهبرد نمیکنن و به گپای سابقه و گپایی که به اساس قرآن و حدیث صحیح پیغمبر صلی الله علیه و آله نیست، من از اونها گلگی هم ندارم. ولی این مبارزه ما است و ما میخواهیم که هر جوان ما مثل ما واری فعال باشه، هیچ جوان ما نباشه که علم قرآن نداشته باشه و علم صحت نداشته باشه و یک جامعه سی اسلامی را رقم نزنیم و یک نظام سی اسلامی را به وجود نبیاریم. جناب دکتر صاحب، شما از مخاطبین تان که اکثرت گفتین محصلین بود، اشخاص بود که فارغ بودن، از اونها یادآوری کردین، آیا برخورد شما با طبقه جوان و اهل خبره جامعه، با طبقه که نافهمه است و بی سواد و کم سواد است همسان است، با این که شما راه های دیگری را به خاطر فاماندن کسایی که اصلا شاید درست قرآن را مطالعه کرده نتانه، از روش تلاوت کرده نتانه، برخورد شما چی تفاوت هایی داره؟ یعنی با کسایی که یک اندازه مطالعه دارن یا محصل هستن یا دانش آموز هستن و با اون کتگوری که اصلا مکتب نخوندن، اینا تفاوت دارن؟ بله، اینطورست. ما کورس های بسیار بزرگی، من خود ما تی او تی میگن، یا ترینینگ آف ترینر، یا کسایی که چطور باید تدریس کنه برای کی آمو، کسایی که از مثلا یک کسی است که با سواد است، یک کسی است که کم سواد داره، یک کسی است که زیاد سواد داره، یک کسی است که ماستر است، یک کسی که دکترا داره، این متدولوژی های مختلفه ما در زندگی خود پرکتیس کردیم و با یک دقان که بشینم من میفهمم که ما چی رقم رو بتونم بفهمم. مثلا شما ببینید، ما روز همین مسجد جوی شیر، ما هم رای دوستای خود داخل میشیم که نماز دیگر بخوانیم و امی که داخل میشم، یک 4-5 نفر شیشته در داخل مسجد، یعنی محوطه مسجد، یکیش سیگرت میکشه. خب در اینجا یک استراتژی به خصوص باید من کار بگیرم، من نمیتونم که مسجد داخل شما ایره من ببانم که سیگرت بکشه. رفتم برش گفتم برادر، در داخل مسجد سی، در محوطه مسجد سی سیگرت میکشی، تو میفهمی که سیگرت چی داره؟ 4000 مواد زهری داره و
و در یک ماده به نام متانول الکل است. یعنی معنی ایجاست که تو 24 ساعت شراب میزنی و 24 ساعت زهر میخوری. و این چرا این کار میکنی؟ بیخی یک شاک شد، یعنی که واقعا شراب هم داره زهر هم است. پس گفت که من بادزی نمیکنم. ما رفتیم جماعت کردیم، پس که داخل شد برآمدم ایستاد شد، امی قوطی سیگریت گرفت تک تک کرد و انداخت، گفت برادر هر کسی که هستی من تعهد میکنم که دیگه من سیگریت نمیکنم. یعنی نظر به جای، نظر به موقع، نظر به شخص، تمام استراتژی ها رو من پرکتیس کردیم. ولی من میفهمم که موثرترین استراتژی تدریس با گروپ های مختلف چی است. ولی یک چیز براتون بگویم و بسیار جای تاسف است که من ریسرچ کردم، میرم برادرایی که از فاکولته شریعت فارغ شده از برای خدا، ما از اونا سوال میکنیم که سه گپ صحیح رو که یاد گرفتی خودت امیر برام بگو، ده اونو مشکل داشتن باشه. حتی اون روز دو نفر از فاکولته شریعت فارغ شده بود، ما پرسان کردیم که این سوره کوثر شما بخوانین معنایش بکنین، سوره کوثر ترجمه و مفهوم معنایش یاد نداشت. یعنی سیستم تدریس ما آنقدر ضعیف است، آنقدر ضعیف است که تصور نمیشه. پس یک کسی که از فاکولته شریعت فارغ شده و سوره کوثر با معنا نمیفهمه، فرق از این و یک دیقان من نمیفهم که چی باید باشه. ولی طبعا بعد از اینکه صحبت میشه من میفهم که ایده کدام سویه قرار داره، به اساس از او صحبت میکنم. و موثریت به انتها زیاد است. اوایل که من شروع کردم این فلسفه، وقتی که مثلا 100 نفر شده می بود من صحبت میکردم، شاید که 5 نفر یک موافق میشدن، 95ش تقریبا مخالف بود. چرا؟ گپ های نو میشنید و چیزای بسیار جدید و خوب از قرآن که نشنده بود میشنید، باز مخالفت میکرد. اما آل برعکس شده. اگر 100 نفر شده باشه، ما براتون اطمینان میتیم که 90 نفرش حقایق قبول میکنن، یک 10 نفر باز هم میتونه که مخالف باشه. جناب دکتر سر تماس بگیریم. بله بفرمایید، برنامه رسالت است. بله خب تماس اینا قطع شد. دوستداران عزیز، برنامه رسالت دکتر صاحب در برنامه تا ساعت 1 با ما هستن. میریم به یک میان برنامه کوتاه، بعد از وقفه کوتاه زود برمیگردیم.